بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بحث در آية مباهله بود و دلالت این آیه شریفه بر امامت و افضلیت امیر المؤمنین که مرحوم شرف الدین به اون استدلال کرده بودند و خیلی گذرا از روی اون رد شده بودند. یک سری آیاتی و ایشون در این نامه مورد بحث مطرح میکنن برای اون شیخ سلیم ولی همه اینها و فقط اشاره میکنن توضیحی نمیدن یکیش آیه تطهیر بود یکیش آیه مودت بود یکیش آیه مباهله هست و آیات دیگری که ایشون در این نامه خودشون مطرح میکنن در جلسه قبل یادم هست که توضیح دادم گفتم حق واضح و آشکاره وقتی که حق را کسی بخواد انکار بکنه و اشکال درش بیاره وقت جواب دادن از این اشکالات باعث میشه که بحث طولانی بشه ظاهرا حدیثی هست که العلم و نقطتون که از طرح الجهال که علم یه نقطه بود یعنی کم بود هی جهال اون را زیادش کردن که شاید منظور همین باشه حق خیلی روشنه یعنی اگر کسی بخواد بحث بکند از آیه مباهله و دلالت اون بر افضلیت امیر و اینکه که اصلا امیر نفس پیغمبرن و فضیلتی بالاتر از این فضیلت نیست مثل روز روشنه منتها چه بکنیم از دست جو که با اشکال تراشی مجبور میکنن که علمای شیعه هم جواب اونها رو بدن و هی بحث و جدل و اینها باعثی طولانی شدنه بحث میشه وگر نه دلالت این آیه واضحه و کسی که از روی بغض و اناد و کینه نگاه نکند و نگاهش نگاه سالمی باشه خیلی زود مطلب را درک میکنه پس اینکه ما مجبور میشیم چند جلسه راجع به یک آیه صحبت کنیم نیست مگر به خاطر اینکه اینها با بغض و اناد و کینه ای که داشتن با اهل بیت و نمیخوان حق را قبول بکنن هی hey, اشکال تراشی میکنن ما مجبور میشیم جواب بدیم مطالبی که امروز میخوام بخونم از روی کتاب مفاتیح الغیب یا تفسیر کبیر فخر رازی است فخر رازی از بزرگترین علمای اهل سنته و از کسانی است که به حساب در این تفسیرش یعنی شاید بشه گفت رو دست تفسیر فخر رازی را تا الان توی اهل سنت اینها نوشته نشده از جهت اینکه هر آیه ای را که وارد شده در بحث های کلامی ادبی و خلاصه خیلی یعنی تفسیر عجیب و غریبی است به فخر رازی لقب دادن امام المشککین یعنی گاهی وقتا به خود خدا هم در بعضی آیات اشکال میکنه و جوابی هم برش نداره اشکال میکنه و اشکال خودش بر خدا رو بی جواب میگذاره که حالا نمونه هایش هست الان فرصت نیست که بخوایم مطرح بکنیم به هر جهت امام م... یعنی در بدیهیات هم تشکیک میکنه بهش میگن امام المشککین و در به حساب انکار مبانی تشیع هم که ید طولایی داره یعنی تا اونجایی که بشه و از دستش بر بیاد هر آیه ای که دلالت داره بر فضیلت اهل بیت یا اینکه شیعه به اون استناد کرده برای اثبات حقانیت مذهب خودش به هر نحوی که شده یک اشکالی میتراشه و خلاصه رد میکنه دلالت آیه را ولی ببینیم در مورد این آیه مباهله چی گفته فخر رازی در کتاب تفسیر کبیر خودش که اسمش هست مفاتیح قیب تحت همین آیه مباهله رسم فخر رازی این است که هر آیه‌ای که مطرح میکنه بعد در زیلش به صورت مسئله مسئله آیه رو توضیح میده یعنی مباحث مختلف را در ضمن مسائل میاره در مسئله دوم که تحت این آیه مطرح میکنه المسئله تو میاد قصه این مباهله را به صورت فشرده توضیح میده که اگر بخوایم از روی متنش بخونیم و ترجمه بکنیم طول میکشه و حالا قصهش هم خیلی چون قصهش رو خودمون میدونیم اهالی نجوان اومدند و بعد رسول اکرم صلی الله علیه و آله توضیح دادن راجع به حضرت عیسی اونها قبول نکردن قرار بر مباهله شد و وقتی که پیغمبر برای مباهله خارج شدن از مدینه یعنی خارج شدن به طرف اون جایی که قرار گذاشته بودن برای مباهله با امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا و امیرالمؤمنین بودن و فرمودن این جمله ای که ذکر میکنید این جمله مهمه چون بعد در استدلالمون میخوایم ازش استفاده کنیم و هو یقول پیغمبر میفرمودند وقتی که با این افراد خارج شدن ازا دعوتو فعمنو وقتی که من دعا کردم دست به دعا برداشتم در مباهله شما آمین بگی یعنی کمک خواستند برای استجابت دعای خودشون از امام حسن امام حسین امیر و حضرت زهرا بعد اسقف نجوان گفت که خلاصه اگر ما با اینها مباهله کنیم ما میدونیم پیغمبر بر حقن اگر مباهله کنیم خلاصه همه نصارای اینجا از بین میرن و این جمله را گفت اون اسقف نجران باز این جمله هم مهمه انی لعرا وجوهن من چهره هایی را میبینم نه فقط چهره پیغمبر چهره هایی را میبینم لو سعل الله ان یزیل جبلن من مکانه لعزاله بها اگر از خدا بخوان که کوهی را جابجا جا بکنه خدا به خاطر دعای اونها اون کوه را جابجا جا میکنه و خلاصه قرار گذاشتن که صلح بکنن مباهله نکنن و تمام شد قصه تا اینکه آخر قصه اینه میگید روایت شده است که وقتی پیغمبر امیرالمؤمنین حضرت زهرا امام حسن و امام حسین خارج شدند پیغمبر عبای سیاهی انداخته بودن و وقتی که همه اینها جمع شدن تا خارج بشن به سمت مباهله این آیه هم پیغمبر تلاوت فرمودند کدوم آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا که این حدیث هر دو فضیلت و در یک حدیث فخر رازی میاره هم این که برای مباهله این افراد رو آوردن هم باز دوباره تو قصه مباهله هم اهل بیت خودشون که در قرآن توصیف شدن اونها و در قرآن خداوند تبارک و تعالی فرموده که اینها دارای مقام اسمتن و رجس و پلیدی از اینها دور شده این افراد هستن باز دوباره در این قصه مباهله هم پیغمبر منظور از اهل بیت را با این حرکتی که انجام دادن و ابا را دور اینها گرفتن و آیه و تلاوت فرمودن منظور از اهل بیت را مشخص کردن ببینید خودش داره میگه بعدم میگه و علم ان هاذه روایه کل متفق علی بین اهل تفسیر و حدیث این که پیغمبر خارج شده این افراد فقط با ایشون بودن کس دیگه ای هم نبود چون احادیثی و هم جعل کردن که افراد دیگه بودن ولی خود اهل تسنن هم این احادیث را قبول ندارن یکیش فخر رازی میگید این روایت که پیغمبر با این افراد خارج شدن و بعد هم وقتی که اینها جمع شدن آیه تطهیر را تلاوت کردن و منظور از اهل بیت را برای بار چندمین باز مشخص کردن میگید این روایت مثل متفق است بر صحتش یعنی تقریبا اتفاق هست بر صحت این بین اهل تفسیر و حدیث چرا میگه کل متفق نگفته المتفق به خاطر اینکه بودن افرادی مثل ابن تیمیه یا کسان دیگری که از روی اناد و کینه البته تعدادشون کمه و نادره یا حالا ابن تیمیه یا نمیدونم تو این مسئله تشکیک کرده یا نه یا بالاخره بودن افرادی از اهل تسنن که در اینکه این افراد فقط با پیغمبر بودن تشکیل کردن و گفتن کسان دیگری هم بودن کما اینکه روایت جل کردن اون هم از زبان امام باقر یعنی چون میخواستن یه طوری باشید که یه سر صورتی به سند حدیث بدن البته خود اهل تسنن علما و بزرگانشون قبول نکردن ولی از زبان امام باقر صلوات الله علیه اومدن جعل کردن که پیغمبر وقتی خارج شدن با ابو بک بودن و ولدش با عمر و ولدش و عثمان و ولدش لعنت الله علیه مجمعین که با این سه نفر و بچه هاشون خارج شدن این یک به حساب روایت شاز نادری هست که خود اهل تسنن هم قبول نکردن به هر جهت خود فخر رازی میگید این روایت کل متفق علا صحتها و این اهل تفسیر و الحدیث این که فقط همین چهار نفر با پیغمبر بوده بعد مسئله چهارم مسئله سومش بومش به موضوع نداره در مسئله چهارم باز یه مطلب دیگه میگه فخر رازی میگه ها آیه دالتون علا ان الحسن و الحسین علیهم السلام کانا ابن رسول الله صلی الله علیه این میگه و سلم صلی الله علیه و آله و سلم این آیه دلالت میکند بر اینکه امام حسن و امام حسین اینها فرزندان رسول خدا هستند وعد ان يدعو ابناءه پیغمبر وعده دادن به نصارا نصارای نجران که من فرزندانم را میخوانم فقل تعالو ند او ابنا انا و ابنا اکو. وقتی که پیغمبر وعده دادن که ما فرزندانمون را میاییم کیا بودن فدعا الحسن و الحسین پیغمبر تخلف از وعده هیچ وقت نمیکنن خلف وعده نمیکنن وقتی وعده کردند که ابنایشون رو بیارن امام حسن و امام حسین رو بردن فوجب ان یکونا ابنی پس حتما باید گفت که این دو یعنی امام حسن و امام حسین فرزندان پیغمبر هستند و مما یؤکد هذا قوله تعالی فی سوره الانعام و چیزی که تأکید میکند این مطلب را این آیه هست در سوره انعام که خداوند تبارک و تعالی میفرماید و من ذریته داوود و سلیمان الا قولهی و زکریا و یحیا و ایسا و معلوم است چون در این آیات میگید از ذریه ابراهیم داوود و سلیمان است تا اونجایی که میاد میگد و زکریا و یحیا و ایسا همه اینها از ذریه حضرت ابراهیم با اینکه همه میدونیم حضرت ایسا پدری نداشتن مادر داشتن و انتصاب حضرت عیسی و ذریه بودن حضرت عیسی ذریه ابراهیم بودن از طرف ابست فثبت ان ابن البنت قد یسما ابنا ثابت شد که فرزند دختر را هم ابن میگن و الله اعلم تمام شد مسئله خامسش بسیار زیبا و جالبه یعنی واقعا جا دارید که انسان هم تعجب بکنه و هم ببینید که چجور خداوند تبارک و تعالی گاهی وقتا حق را جاری می کند بر زبان دشمنان اون حق زیاد اتفاق افتاده تو تاریخ که در مسائل مختلف که خداوند تبارک و تعالی حق را جاری کرده بر زبان دشمنان اون حق تا آیت و نشانه ای باشد برای آیندگان و اونها خلاصه راه را گم نکنن و بتونن خیلی واضح تشخیص بدن مسئله پنجم یه قصه ای و نقل میکنم من سطر به سطرش میخونم و ترجمه میکنم هرچند وقت هست ولی خیلی جالبه و حیفه که از روش بشیم المسئله تل خامسه مسئله پنجمی که در زیل این آیه مطرح میکنه فخر رازی در تفسیر کبیر خودش میگه کان فروی رجل یقال له محمود بن الحسن الهمسی در ری که اون وقت مرکز یکی از مراکز تشیع بوده مردی بود که به او میگفتن محمود ابن حسن همسی و کان معلم الاثنا عشریه این معلم شیعه بود و اثنا عشریه بود یعنی دست میداد به شیعیان عالمشون بود و کان یزعم ان علیان رضی الله عنه افضل من جمیع الانبیا سوا محمد علیه السلام این شخص گمان میکرد که امیر المومنین حضرت علی افضل هستند از همه انبیا غیر از پیغمبر حضرت محمد صلی الله علی علیه و آله قال والذی یدل علیه حالا دوید ادله اون هم مسیح رو میگه هم مسی دلیلش بر این مطلب این بود چه، چی بود دلیلش؟ قول هو تعالی آنچه که دلالت میکند بر حرف هم مسی این بود این آیه بود که و انفسنا و انفسکم این انفسنا و انفسکم در آیه مباهله دلالت میکند بر افضلیت امیر از همه انبیا غیر از پیغمبر و لیس المراد به قولهی و انفسنا نفس و محمد صلی الله علیه و آله و سلم البته و آله را من میگم این نگفته در کتابش لان الانسان لا اون نفسه بل المراد بهی غیره مراد از انفسنا امیر المؤمنینن چون انسان خودش را دعوت نمیکنه وقتی میگم من فردا ای را برای مهمانی خودم دعوت میکنم یا فردا یه ای را دعوت میکنم با هم بریم فلان مکان یا ای را دعوت میکنم که با هم مطالعه بکنیم ای را دعوت میکنم این ادعی نمیتونم خودم جزء اونها باشم یعنی خودم جزء دعوت کنندگان خودم باشم کسی خودش را به جای دعوت نمیکنه دیگران را دعوت میکنه خودش هم حضور پیدا میکنه پس وقتی که میگه ند او ابنا و ند او نسا و ند او انفوسنا دعوت میکنیم این نفس باید یه کسی غیر از وجود مقدس خود پیغمبر باشه پس ممکن نیست مراد از این نفس خود پیغمبر باشه و اجمعو علا ان ذالک الغیر پس باید یک کسی باشد غیر از خود پیغمبر تا بشد بگیم پیغمبر اون را دعوت کردن و اجماع هست بر اینکه اون غیر یعنی اون شخصی که پیغمبر به عنوان انفسنا دعوت کردند کان علی یبن عبی طالب رضی الله عنه علیه السلام اون غیر امیر المومنین حضرت علی بودن فدلت ال آیه پس آیه دلالت می کند علا ان نفس علی هی نفس محمد دلالت میکند کند بر اینکه نفس امیر المؤمنین نفس پیغمبر است ولا لا یمکن ان یکون المراد من ان هذه النفس هی عین تلک النفس وقتی میگن امیر المؤمنین نفس پیغمبرن نه یعنی خود پیغمبرن اینکه محال اینجور باشه چون اینها دو نفرن وقتی میگن امیر المؤمنین نفس پیغمبرن مراد این است که این نفس مثل اون نفس است وقتی میگم فلانی نفس منه نه یعنی واقعا خود منه چون من یه نفرم اون یه نفر دیگری است وقتی میگم این نفس منه یعنی خصوصیات نفس او عین خصوصیات نفس منه ما هر دو مثل هم هستیم کاملا لذا ازش تعبیر میکنم به نفس خودم مراد این است که این نفس مثل آن نفس است و اقتضا می کند این استوا و ذالک یقتضی الاستواء فی جمیع الوجوه اینکه بگیم یه کسی نفس دیگری است مقتضی این است که اینها هر دو کاملا مثل هم در جمیع وجود طور کل عمل به هذا العموم فی حق نبوه خب ما نمیتونیم بگوم کاملا و صد در صد نفس پیغمبر عین نفس امیرالمومنین یه مواردی ازش تخصیص میخورد اون موارد چیه؟ یکیش نبوت چون شیعه سنی تمام مذاهب اتفاق نظر بر این دارن که پیغمبر نبی بودن اما امیرون بود مومنی نبی نبوده در حق نبوت این عموم تخصیص میخورد یعنی از جمیع وجوه نفس پیغمبر مثل نفس امیرالمومنینه یه موارد خاصی تخصیص میخورد یکیش نبوته و فی حق الفضل یکیش فضیلته چون اجماع هست باز دوباره هم بین شیعه هم بین سنی و عامه که به خاطر دلائل قطعی که هست علا ان محمدن علیه السلام کان نبیگن و ما کان علی کذالک ولی انعقاد الاجماع علا ان محمدن علیه السلام کان افضل من علی اجماع هست که امیر المؤمنین نبی نبودن پیغمبر نبی بودن و پیغمبر افضل از امیر المؤمنین بودن پس فقط همین دو مورد تخصیص میخورد نفس امیر المؤمنین این نفس پیغمبر مثل هم دیگه هست دو مورد تخصیص میخورد یک افضلیت دو یعنی افضلیت پیغمبر پیغمبر افضل از امیر دو در مورد نبوت ما نمیتونیم بگیم به دلیل آیه انفسنا پس امیر مومنین هم نبی بودن چون دلیل قطعی هست که امیر مومنین نبی نبودن فیبقا فی ما او معمولا به عمل میشه به چیزهایی که غیر از این دوتا هست ما این دو یعنی نبوت و افضلیت به همه اینها دیگه هرچی باقی موند عمل میشه یعنی چه عمل میشه؟ یعنی هر مطلب دیگری غیر از این دو مطلب باشد نفس امیر و نفس پیغمبر درش مماثلت دارن و مثل هم دیگه هستن سمال اجماع دل علا ان محمدن علیه السلام کان افضل من سائر الانبیاء علیه السلام فیلزم و ان یکون علی افضل من سائر الانبیا اجماع دلالت میکند بر اینکه پیغمبر افضل از بقیه انبیا هستند چون همسی میخواست چی را ثابت بکنه که امیرالمؤمنین افضل از بقیه انبیا هستند غیر از خود پیغمبر دلیل داریم که پیغمبر افضل از بقیه انبیا وقتی که ثابت شد امیر المؤمنین نفس پیغمبرن پس دلیل است بر اینکه امیر المؤمنین افضل از سایر انبیا هستند فهذا وجه الاستدلال به ظاهر هاذه الآیه میگید این وجه استدلال اون هم مسیس به ظاهر این آیه سپس میگوید یعنی همسی هم و یعید الاستدلال به هاذه الآیه الحديث المقبول عند الموافق والمخالف و هو قوله عليه السلام من اراد ان يرى آدم في علمه و نوحن في طاعته و ابراهیم في خلته و موسى في هيبته و عیسى في صفوته فلينظر الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه همسي ميگه مؤيد گفته من که من استدلال کردم به این آیه و گفتم امیر افضل از سائر انبیا است به دلیل اینکه نفس پیغمبره و نفس پیغمبر افضل از سائر انبیاه اون چیزی که تأکید میکند این دلیل را حدیثی است که مقبول است نزد موافق یعنی شیعه و مخالف یعنی عام اون چه حدیثیه این که پیغمبر فرمودن هر کس میخواهد نگاه کند به آدم در علمش و نوح در طاعتش و ابراهیم در خلت و اون دوستی خودش با خدا و حضرت موسا در حیبتش و حضرت عیسی در صفوتش نگاه کند به علی ابن عبی طالب این حدیث دلالت می کند بر اینکه اون چیزایی که هر کدوم از این انبیا جدا جدا داشتن یعنی حضرت آدم اون علمش مهم بوده حضرت نوح تاعتش تا آخر حضرت ابراهیم خلتش تا آخر اون چیزی که انبیا به صورت تک تک داشتن همش جمع شده در وجود مقدس امیر المؤمنین فالحدیث و دل علا انه اجتمع فیه ما کان متفرقا دلالت میکند حدیث بر اینکه جمع شده است در امیر المؤمنین اون چیزی که متفرقه است در این انبیا یعنی هر کدوم یکیشه دارن و ذالک یدل علا ان علی رضی الله عنه افضل من جمیع الانبیا این دلالت میکند بر اینکه وقتی از این پنج نفر یعنی از این چهار نفر که حضرت آدم باشن حضرت نوح باشن حضرت ابراهیم موسی و عیسی پنج نفر اشتباه کردن وقتی که حضرت علی از این پنج نفر افضل باشن قطعا از بقیه ی انبیا هم افضل هستن افضل من جمیع الانبیا سوا محمد صلی الله علیه و آله و سلم امیر المومنین افضل هستن از همه انبیا غیر از پیغمبر و اما سا خب تا اینجا حرف همسی اینجاشم دقت کنید یکمی ای نیازه به دقت دارید و اما سا شیعه حالا فخر رازی میگید این همسی با این آیه استدلال کرد به افضلیت امیر حتی بر انبیاء غیر از خود پیغمبر میگید خب این یه کمی تند رفته فخر رازی اما بقیه شیعه ها اینها قدیما و حدیثا یعنی از اول تا حالا استدلال میکنن به این آیه بر اینکه که امیر المؤمنین مثل نفس محمد است صلی الله علیه و آله و سلم الا فی ما خصه الدلیل و کان نفس محمد افضل من الصحابه رضوان الله علیهم فوجب ان یکون نفس و علی افضل ایضا من سایر صحابه هذا تقدیر و کلام شیعه این که پیغمبر قطعا افضل از صحابه هستند پس امیر که نفس پیغمبران امیر المؤمنین افضله از جمیع صحابه هستند دیگه حرفی از انبیا اینجا نیست همسی استدلال کرد حتی فضیلت امیر المؤمنین بر سائر انبیا فخر رازه میگه شیعه سائر انبیا و نمیگن بقیه شیعه فقط استدلال میکنن به افضلیت امیر بر سائر صحابه حالا میخواد جواب بده ول جواب کل اینها استدلال مسیح و استدلال شیعه حالا میخواد جواب بده انه كما ان عقد الاجماع بین المسلمین علی ان محمدا علیه السلام افضل من علی فکذالک ان عقد الاجماع بینهم قبل ظهور هذا الانسان الا ان نبی افضل من من لیس نبی میگه چجوری هم مسی گفت چون اجماع داریم بر اینکه پیغمبر افضل از امیر المؤمنینن پس این عموم انفسنا که دلالت میکرد بر اینکه کاملا نفس امیر المؤمنین مثل نفس پیغمبره میگفت نه در افضلیت و نبوت این دوتا استثناء به خاطر اجماع همون جور که اجماع داریم بر این دو مطلب اجماع هم داریم بر اینکه که پیغمبر یعنی کسی که دارای مقام نبوت باشه نه پیغمبر مراد پیغمبر اسلام اون کسی که نبی است افضل است از کسی که نبی نیست اولا از اون ما همچین اجماعی رو قبول نداریم این شاید اجماع بین اهل تسنن یعنی ما داریم جواب میدیم از جواب فخر رازی میگید اجماع هست ما این اجماع را قبول نداریم چون شیعه همچین اعتقادی ندارید که مطلقا هر کس نبی هست افضل است از کسی که نبی نیست نل نبوت یه مقامی است بسیار رفیع ولی مقام هایی هست فوق این مقام که ممکن است یه کسی این مقام نبوت رو نداشته باشه چون نبوت یک به حساب منصبه ممکنه این منصب را نداشته باشه ولی افضل باشد چون مناسب بالاتر داره ما شیعه معتقدیم بالاترین منصب منصب امامت یعنی نبوت درجهش پایین است از امامت یه حدیث خیلی مفصلی هم داره در اگر درست تو ذهنم باشد بله در کتاب شریف کافی از ظاهرا حضرت رضا علیه السلام که توضیح میدن در مورد حضرت ابراهیم که حضرت ابراهیم اول نبی شد بعد رسول شد بعد به مقام خلت رسید بعد از خلت تازه با اون به حساب ترفیع مقامی که گرفت تازه شد امام یعنی امام فوق نبی است به چندین درجه بله امیرالمؤمنین اون منصب نبوت را نداشتن ممکن یه شخص افضلی یه منصبی را و نداره در یک اداره ای که الان توی به حساب اجتماعی خودمون هم همینطور یه مناسبی هست ممکن است اون شخص افضل اون من سبا نداره رئیس فلان قسمت خب من رئیس فلان قسمت نیستم ولی اصلا من من یه من بالاتری بالاتریست. رئیس اون به حساب قسمت از اداره نیستم نبوت هم یه منصبی است درسته اون منصب را ندارن ولی مقامشون افضله از اون منصبه پس اینکه اجماع هست بر اینکه هر نبی افضل است از کسی که نبی نیست ما این اجماع رو قبول نداریم به هر جهت حالا فخر رازی اینجور استدلال کرد و اجماع کرده اند بر اینکه امیرالمؤمنین نبی نبوده پس همون جور که هم مسی گفت این آیه تخصیص میخورد در حق خود پیغمبر یعنی دلالت میکند بر اینکه امیرالمؤمنین نفس پیغمبرند از جمیع وجوه استثناءن فضیلتشون مثل فضیلت پیغمبر نیست پایین تره همون جور که هممسی این را قبول کرد باید قبول کند که فضیلت امیر المؤمنین هم از بقیه انبیاء کمتره، بله فلز القطع لازم است قطع پیدا بکنیم به این که ظاهر آیه همان گونه که مخصوص است یعنی تخصیص خورده است در حق پیغمبر و دلالت نمی کند انفسنا بر اینکه در فضیلت امیر المومنین مثل پیغمبر هم. اینا ما قبول نمی کنیم می پیغمبر در بالاتر از امیر المومنین در فضیلت همون جور که این را تخصیص زده هم مسیح فکزالک مخصوصن، فی حق سائر الانبیاء این آیه تخصیص میخورد در حق بقیه ی انبیاء یعنی با این آیه نمیشود استفاده کرد که امیر المؤمنین افضل هستند از سایر انبیاء بعدم خلاص نقطه مطلب تمام به فخر رازی ما میگیم که سلمنا بر فرض قبول کردیم که این حرف تو درسته حرف تو جواب شد از اینکه امیرالمؤمنین افضل از و انبیا نیستند خب فرض میکنیم قبول حالا بگیریم که امیرالمؤمنین افضل از و انبیا نیستن حتی ما اینا قبول نمیکنیم اما حالا فرض جواب تو درست باشه و امیرالمؤمنین افضل از و انبیا نباشن خودش بعد گفت بقیه شیعه استدلال میکنن به این آیه که امیر المؤمنین افضل از باقی صحابه هستند جواب از این چی شد؟ وقتی جواب نمیده پس یعنی معلومه که مطلب را مجبور شده قبول بکنه که به دلیل آیه مباهله و کلمه انفسنا و اینکه اجماع هست بر اینکه مراد از انفسنا امیرالمؤمنینند به خاطر اینکه کسی خودش و دعوت نمیکنه پیغمبر نفس خودشون و دعوت نمیکنند و همه هم گفتن اون افرادی که با پیغمبر اومدن این چهار نفر بودن حضرت زهرا که قطعا داخل در نساء امام حسن و امام حسین قطعا داخل در ابنا انان میمونه دین انفسنای انفسنای کیه فقط امیرالمومنین باقی میمونن پس قطعا انفسنا امیرالمومنینن و با این انفسنا ثابت می شود کسی چون دیگه اجماع نداریم که قطعا امیور مومنین پایین تر از بقیه صحابه هستن که حالا اونا میگوی اجماع داریم حتی ما اینو قبول نمی کنیم فض اجماع داریم چون امیور مومنین نبی نیستند و نبی بالاتر از کسی است که نبی نیست امیور مومنین پایین تر از بقیه یه انبیان فرض خب اینو قبول کردیم اما دیگه اجماعی نداریم که امیر المؤمنین پایین تر از بقیه صحابه پس ثابت می شود طبق کلام خود فخر رازی و اینکه جوابی نداشته بده امیر المؤمنین افضل از همه صحابه وقتی افضلیت ثابت شد به زمینه دلیل عقلی که میگوید قبیه هست کسی که درجش پایین تره مقدم بشود بر کسی که درجش بالاتره قبه تقدم مفضول بر فاضل به زمینه این دلیل عقلی ثابت می شود که خلیفه و عهدهدار امور و اولا به تصرف در امور مسلمین بعد از پیغمبر وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است کما اینکه خود فخر رازی هم نتونسته اشکالی بکنه و مطلب را در همین جا تمامش کرده اشکالی هم دیگه به حرف شیعه نمی کنه. در این که این آیه دلالت می کند بر فضیلت اهل بیت اصحاب کساب به خصوص فضیلت امیر اون هم فضیلتی که فوق همه فضائل هست شکی نیست افرادی مثل ابن تیمی اومدن تشکی کردن آقا انفسنا یعنی اینکه بله مراد شاید امیر المؤمنین باشد اما منظور این که من مثلا میگم آقا نفس خودم دلالت بر چیزی نداره انفسنا این اینکه من این شخص و خواسته یه جوری از روش رد بشه انگار این کلام کلام یک فرد آدیس یا قرآن با کسی شوخی دارد یا وقتی میگید انفسنا مثلا همین طوری گفته ما قائلیم به اینکه کلمه به کلمه که نه حرف به حرف کتاب خدا و قرآن روی حساب و دارای معانیه حرف به حرف قرآن نه کلمه به کلمش یعنی یه حرف کما زیاد شده یه جا باب تفعیل گفته یه جا باب مثلا افعال گفته تمام هر دو مثلا حسب ظاهر یه معنا میده یه جا مثلا این طور گفته یه جا اون طور گفته یه جا اینا مقدم کرده به دیگری یه جا به عکس گفته تمام اینها روی حسابه کلام فرد عادی نیست کلام الله عظمت خدا قابل درک نیست عظمت کلام خدا هم قابل درک نیست کلام خداست حالا من نمیدونم این بابا چه جور تفهیم کرد به عامه که با دین با کلام خدا با کلام پیغمبر با پیغمبر با اهل بیت با اینها اینا بازی چه دست شما نیستن که هر جور بخواید تفسیر کنید کلام خدا رو هر جور بخواید اون چیزی که هوای نفستون میگه کما زیادش بکنید آیات قرآن را به خاطر هوای نفس یه شخص عادی نگفته این نفس ماست که حالا شما بگوید شوخی کرد یا حواسش نبود داره چی میگه یا متوجهه به حساب معنای اون دقیق نشده همینطور یه حرفی زده رد شد کلام الله تک به تکش روش حساب هست این دو جمله رو بگم و بحث از آیه مباهله را تمام کنیم یک اینکه این آیه اگر نصه در امامت امیرالمؤمنین نباشد لا اقل دال است بر افضلیت امیرالمؤمنین و به زمیمه همین دلیل عقلی قبه تقدم مفضول بر فاضل دلالت میکند بر امامت امیرالمؤمنین و فضل باقی اصحاب کسا این هم از تمام کلام در آیه مباهله بحث حول این آیه و نکات و لطائف و زرائفی که در این آیه هست زیاده علمای ما مطرح کردن در کتب تفاصیل و کتب دیگرشون که انشاءالله در فرصت آتی اگر عمری باقی بود و باز دوباره برخوردیم به این آیه مطرح خواهیم کرد و الله علی محمد و آله طاهرین